تقویت اراده. اگه شما کسی هستید که میخواید ارادتون قوی بشه، پشتکارتون فوق‌العاده باشه، چند تا نکته عرض میکنم، اینها برای تقویت اراده فوق‌العاده به کارتون میاد. خانم آقایون محترم، نکته اول اینه که از کم شروع کنید. یعنی هر کاری رو میخواد شروع بکنید، مراقب باشید برنامه‌ریزی سنگین و حجیم و سخت و فشرده نداشته باشید. من اینکه تا الان همش تنبلی کردم، یه برنامه سنگین بسیار بسیار اشتباهه. باید برنامه رو اینقدر سبک و کم حجم و ساده طراحی کنم که یقین به انجام اون دارم. و وقتی که یه مدت این برنامه ساده و کم حجم و سبک رو انجام دادم، آرام آرام میتونم اندازه اونو بیشتر کنم. بنابراین نگاه به دیگران نکنید که دیگران برنامه‌ریزی‌هاشون چگونه است و چه حجمی رو از کار انتخاب میکنند برای هر روزشون، بلکه شما نگاه کنید به توانایی و حوصله خودتون، یه برنامه بسیار سبک طراحی کنید و از کم شروع کنید. نکته دوم این که اگر تا الان تنبلی کردید، مراقب باشید رو خودتون برچسب نزنید. یادتون باشه خیلی از کارکردهای ما بر اساس برچسب‌های ماست. یعنی من چند بار تنبلی کردم، اما حالا به خودم میگم من آدم تنبلم، من بی‌اراده‌ام، من اصلا پشتکار ندارم. به خودتون انگ نزنید، برچسب نزنید. اون وقت تصویر ذهنی خودتون از خودتون میشه یک آدم بی‌اراده، بدون پشتکار، بی‌لیاقت. مراقب باشید. ممکنه من گاهی تنبلی کردم، اما آدم تنبلی نیستم. ممکنه گاهی اوقات اراده قوی نداشتم، اما نباید به خودم برچسب بی‌اراده بودن بزنم. اما نکته سوم این که خیلی تو طول روز به دستاوردها فکر کنید. اینکه اگر اراده نشون بدید، اگر این کارو تکرار کنید، اگر پشتکار داشته باشید، به چه دستاوردهایی میرسید؟ چه پاداش‌ها و لذت‌ها و فوایدی براتون داره؟ وقتی آدم به پاداش‌ها و لذت‌ها و فایده‌ها فکر می‌کنه، انگیزه انجام حرکت براش پیدا می‌کنه. به مسیر و رنج مسیر فکر نکنید که چقدر زحمت و سختی داره. به لذت دستیابی به قله، به هدف فکر کنید که پاداش‌های انتظار شما رو می‌کشه. نکته چهارم این که با آدم‌هایی که مثل شما قرار به تغییر دارن قرار بذارید. با یه نفر قرار بذارید که صبح‌ها ورزش کنید، با کسی قرار مطالعه بذارید، با کسی قرار فعالیت بذارید. این قرار گذاشتن‌ها در ما تعهد و انگیزه ایجاد. و نکته آخر این که با آدم‌های با اراده و سخت‌کوش و پرتلاش مجاورت داشته باشید. زندگی نامه آدم‌های پر اراده و پرتلاش رو حتماً بخونید. وقتی که تو اون حال هوا قرار می‌گیرید، خود به خود انگیزه تلاش و حرکتتون دوچندان میشه. با اراده موفق باشید.